گمان می کنم که از 20 سال پیش به نیسوی آغاز شده و در این درازا هر بار که به کارهای او نگریستم دریافتم که در هنر خیش رو به پیشرفت و در یک زمینه و به یک گونه او ایستا نبوده و دگرگونی پذیرفته است. استاد علی بزرگمهر دو شیوه هنر رو با هم درآمیخته که یکی خوشنویسی است و دیگری نگارگری و از این دو شیوه روشی پدید آورده است که آن را زیبانگاری نام نهاده که نام بسیار به جا و پسندیده است. تا آنجا که من دریافتم علی بزرگمهر در خوشنویسی پیروی از هیچ یک از شیوه های نوشتن مانند نصف یا نصف تعلیق یا کوفی یا شکسته نمی کند، هرچند که در هر یک از این شیوه های نوشتن استاد است، ولی گاه خود نوآوری در نوشتن می پردازد و به گونه می نویسد که دیگران همانند او ننوشتند. در نگارگری هم دلبستگی شگفت‌انگیزی دارد به جانوران خوش‌اندام خوش‌چهره که از آن میانه باید به آهو از آهو باید یاد کرد. آنچه که در نگارگری استاد بزرگمهر در خور نگریستن و اندیشیدن است، گزینش رنگ ها و چیرگی او در این گزینش است و رنگ هایی که برمی گزیند نیز مانند چگونگی نویسندگی او از دیگران با شناخته می شود. کار علی بزرگمهر تنها ویژه خود اوست و در میان هزاران کار شناخته می شود. نه از کسی پیروی می کند و نه کسی از او می تواند پیروی کند. این است که من او را با نام استاد می نامم و در این نهادن نام استاد بر او سر سوزنی دو دل نیستم و می دانم که این برنامه شایسته پایگاه بلند هنری اوست.